بگم اینا برای مردم نون آب نمیشه عزیزم. همه دولت ها، همه ملت ها، همه فلان و همه دولت ها با هم جنگ میکنن. ایران که فقط بگل کرد مردم گرسنه. من برام مهم نیست که همه کردا و اول همه کردا بحث کردا از کجا آمدن؟ کردا هم موقع جنگ هم موقع حالا من میخوام حرف بد بزنم. نزن، اجازه نداری. من بهت اجازه نمیدم حرف بد بزنی. من نمیتونم کاری بکنم. ببین تو این مملکت رو نمیبینی، تو اون کوچه رو نمیبینی، تو دختر 9 ساله رو تو اون مملکت نمیبینی تن فروشی میکنه، خجالت نمیکشی؟ یه دختر بچه رو میبینی، یه 9 ساله رو میبینی، خجالت آور نیست؟ تو دهنتو نگه داری، مجبور شدی فوش بدی، مجبور شدی فوش بدی. تو اطلاعاتی بدبخت بیچاره هستی که اومدی رو کانال جدید، بهت پول دادم بشینی رو کانال جدید با کانال جدید بحث کنی. شما کارتون بحث نیست، آخرش فوش میدی میری. شما که نمیتونید بحث کنید، شما که اصلا برای این ساخته نشدید. خجالت نمیکشی؟ واقعا خجالت آور نیست؟ جوون 20 ساله رو داره شیشه میکشه تو خیابون خوابیده، تو پارکا خوابیده. شما رو خطی بفرمایید. عزیزم شما رو خطی بفرمایید. سلام عزیزم شما رو خطی. الو. مرسی عزیزم. حرفتون رو گوش میدم بفرمایید. شما واقعا سران بقیه مردم باید سرکوب می کنن. آخرشون هم امسال باشه، دو سال دیگه باشه، هر سال دیگه باشه، سوال داره تاریخه. خب مردم های انسان هم انسان یا آدمیه که انسان می توانه یه که واقعا سیان چی عقل شعور داره. خب آخرشون متوجه می زن که این حرفایی که این آقایی می زنن همش پشمه. مردم همه این حرفایی اینا رو دست اینا رو خوندن عزیزم. مردم که دست اینا رو خوندن کدوم فقط ندارن معنی. فقط مثلا مسئله داخلی داریم. خب منو بعد وقت کردم به خود خدا الان 7 سال من اخراجم کردم، شاید من نمیشناسنم همینجوری حکومت 7 سال منو اخراج کردم. بعد از 8 سال خدمت 13 بگم چی خدمت جانانه خدمت خود که واقعا هدفم فقط این بود که به مردم کمک کنم. خب من 7 سال اخراج کردم، تو خونه نشینم کردن، هر دو دون به نوع یا مسموم هم می کنم، به مرادی خلقی هم دوشار هم کردن، هیچ بیمه خدماتی هم ندارم. خب الان من افتادم برای خونه هیچ که جمیز به دادم درسی فهمی زیسته قضایش کنم شکتره کردن 5 سال دونم سر می گردن. واقعا من که یک دفتر از اونی هم که خودشون هم یه ذرف تکر کنم در عقب می رسن. خیلی ممنون عزیزم. 8 سال دفاع مقدس که چی؟ 1 میلیون آدم کشته دادیم که فلان پاسدار فاسد و فلان کس میلیونر بشن که محصولی 160 میلیارد تومان درآمد داشته باشه. جوونا بدبختای مردم و جوونا رو بیکارها رو بردید و نمیدونم دانش آموزا رو بردید و کشتن دادید که آخوند میلیاردرتر بشه. خجالت آور نیست؟ ننگ این حرفایی که شما دارید میزنید. کارگری که 2 شیفت در روز کار میکنه، روزی 10-12 ساعت داره کار میکنه، میگه شرمنده خانوادم هستم که لباس نمیتونم سال تا سال براش بخرم. ننگ و نفرت در شما باد که دارید اینجوری از این حکومت دفاع میکنید و براش چاقو میکشید تو خیابون. داریم اینجا من فرق حیوان و انسان چیه؟ تو اصلا انسانی در این حرفا رو میزنی؟ پس اجازه داری این شرنجیاتی بیاری اینجا بگی؟ اونجا که زورت میرسه چاقو میزنی تو شکم مردم. جوونا رو 150 نفر پارسال تو خیابونا کشتید، کریزک درست کردید، میلیون میلیون
دلار پول خرج کردید که کاریزک درست کنید و درست کردید و بعدا موندید. داری از انسانیت با من حرف میزنی؟ تو که بشر نیستی اصلا، خجالت نمیکشید. شما رو فقط باید به زور کرد تو زبالدان تاریخ. به قول همین دوستمون، این سال تا 6 ماه دیگه، تا 5 سال دیگه، تا 2 سال دیگه زمان نمیشه. موقعی که مردم بخوان شما رو بکنن تو ته زباله تاریخ که گندتون دیگه بیرون نزنه، که زن و دختر و جوون و کارگر و پرستار و معلم از شر شما دزدها، غارتگرها، کثافت‌های کپک‌زده اسلامی راحت بشن. بلای سرتون میاریم که تا اون سر تاریخ دنیا دنبالتون میکنیم. فکر میکنیم میتونیم میلیارد میلیارد پول بدزدید، ببرید تو لس آنجلس سرمایه گذاری کنید و الان میلیون میلیون اونجا حساب باز کنید و بعدم بگید خب حالا که شکستم خوردیم در رفتیم، بعدم هفت جدمون اونجا با اون پول مردم اونجا خوش میگذرونیم، همه تونو همونجا میکشنیم دادگاه تمام، تا آخرین شایی پول از حسابتون در میاریم و به حساب مردم میریزیم. برای مردم بیمارستان و مدرسه و مهد کودک و درمانگاه و اینا باید تو مملکت درست بشه با همین پولای شما که دزدیدین. اومدی با من داری حرف و بحث فلسفی میکنی رو تلویزیون، کارمون آخر سر با اسلحه هست، جوابتون رو با اسلحه و با گلوله میخواییم بدیم. فهمیدین؟ اینه حرف ما. این بحث ها رو به مردم داریم میگیم. مردم آزادی اینه، مردم رفاه اینه، مردم خوشبختی اینه، که یه روزی مردم بلند بشن مثل 57، مثل قیام بهمن، کوچه به کوچه مسلح شما رو بزنن و تعقیب کنن و بیرونتون کنن. فکر کردید شوخی داریم با شما؟ جلتون نمی کنیم. تمام این جنایتکارانتون رو همه تون رو به دادگاه میکشونیم که مردم بیان جشن میگیرن، بزنن و برقصن. وقتی شما دارید گریه میکنید، تو سرتون میزنید، میگین من دست من شیر خلاص، من نزدم بغل دستی زد. این یک بار تو تاریخ اتفاق نیفتاده، هزار بار افتاده که جنایتکاران اومدن گفتن من نبودم، بغل دستی بود. و در مورد شما هم اجرا میشه. فکر کردید مردم رو به روز سیاه برسونید، کارگر مجبور بشه دستی اعتصاب غذا بزنه تو مملکت، کارگری که دو ماه حقوقش ندید دستی اعتصاب غذا بزنه تو مملکت، و بچهش از مریضی بپیچه و پدرش تو بگه تو حیات میشینم که صدای درد و ناله دخترم رو نشنوم که نمیتونم ببرم بیمارستان. اونو 21 سال کار کردم در نساجی و پول ندارم بچه‌مو ببرم و از همسایه‌ام هم نمیتونم بگیرم چون همسایه‌ام هم مثل منه. تباه کردی زندگی مردمو. آدمایی که 30 سال کار کردن، 40 سال کار کردن، پول ندارن، بچه‌شون اگه میخواد بره دانشگاه پول بده برای دانشگاه، دختر دانشجو رو مجبور کردید بعضن هم فروشی بکنه که امکانات تحصیلیشو فراهم بکنه. توف بر شما، خجالت هم نمیکشید. همونطوری که هیتلر هم خجالت نکشید، آخرش هم به زور اسلحه عقبش روندن، مجبور شد خودکشی کنه، خودشو بکشه. همون بلا رو سر شما میاریم، همون بلای شاه رو سر شما میاریم. چه وقتی داشت از ایران خارج میشد اشک از چشمش میرفت پایین میرفت، چون دوزیاشو دیگه نمیتونست با خودش بیشتر از اون ببره. تمام اون غارتگرایی که گریه کردن و فرار کردن یک بار در رابطه با شما هم دیگه اجرا میشه. به مردم این بار باید رها بشن. ما میگیم باید رها بشن. حکم حزب کمونیست کارگریه. حزب کمونیست کارگری میگه ما تشکیل شدیم برای رفاه مردم، برای خوشبختی مردم. به مردم باید رها بشن. چقدر ببینیم بچه تو گرسنگی، تو فقر. بسه. بس از این همه دیدن فقر و بدبختی و گرسنگی و این همه ناامیدی و این همه تباهی آدم ها. بسه. یک دقیقه میگن از وقت برنامه مونده. مردم، این تلویزیون شماست. مردم، این حزب شماست. این حکومت از من و شما و همه شما وحشت داره. قدرت خودتون رو بدونید، به حزب کمونیست کارگری بپیوندید. با این حزب باید آزاد بشیم. اینا